یه نکته خیلی مهمی که من امیدوارم بتونم به تمام بچههایی که با من در ارتباط هستن انتقالش بدم و یکی از آموزه های زندگیشون باشه این هستش که فرهنگ حذفی ما نداشته باشیم و برای هر کسی، حتی بدترین انسانی که ما فکر میکنیم در این جامعه وجود داره، یک راه بازگشتی رو بذاری. و این راه بازگشت گذاشتن خودش یک قدرته، یک هنره که ما روش کار بکنیم و اون آلترناتیو رو بذاریم و بعد بگیم که خب این راه هست برای جبران گذشته یا برای احیای رابطه. بر مبنای همین دیدگاه هستش که من همیشه به این فکر میکنم، حتی از اون افرادی که به شدت متنفر هستن یا حس شدید انتقام در من نسبت بهشون وجود داره، اگر یک زمانی روبرو شدن یا یک فرصتی پیش اومد، من چه جایگزینی بذارم که احیا بشه رابطه؟ چون میگم غیر ممکن وجود نداره. البته در اون آموزه های عرفانی هم که من خودم داشتم، این حالا بگیم خدا یه همچین جمله ای هم داره که میگه گر صد توبه شکستی صد توبه هم شکستی، بازم این فرصت هست برای تو. این شاید یک وجه مشترکی باشه بین اعتقادات امروز من با اون اعتقاداتی که سابقا هم از زمانی که دیدگاه مذهبی داشتم یه وجوه مشترکش باشه. هرچند که الان خب اعتقادم و اون باورهام و دیدگاهام خب خیلی بنیادن تغییر کرده و خیلی قوی تر هستن. مثلا توی دیدگاه مذهبی به هر حال شما یک دشمنی رو دارید، یک خدایی هست، یک شیطان رو هم دارید. ولی زیباناوک، این زیبا نه زینب، اون تکاملی که نسبت به گذشتش داره در واقع آشتی اون خدای درونش با شیطان هست و حذف این حذف در واقع فرهنگ حذفی، یعنی چنین مبارزه‌ای رو ما با افراد نداشته باشیم، یعنی جبهه بندی نکنیم، مبارزه‌ای وجود نداره. یکی از شعرام هم هست در کتاب عادتی، آخر مبارزه چرا؟ در واقع اون مراحل مختلف خودم رو تعریف کردم، از دوره‌ای که کمونیست بودم که مبارزه می‌کردم با یک جبهه دیگه، حتی مبارزه مسلحانه، بعد میام توی دوره زینب چه تحولاتی دارم و بعد این زیبا در واقع آشتی اون ابعاد مختلف من هست. برای همین هستش که با هر فردی که آشنا میشم و با هر فردی که روبرو میشم، میدونم و باور دارم بر مبنای این که ما با همون وحدت وجودی که بهش اعتقاد دارم، میدونم که یک نقطه اشتراکی با این فرد دارم و من باید اون نقطه اشتراکم رو شروع کنم و اون نقطه اشتراک خودم رو اونقدر هنرمندانه بیشترش بکنم. این قدرت منه. وگرنه حذف کردن، به قطر رسوندن، قبیله‌ای برخورد کردن هنر نیست. خب شما خیلی راحت میتونی یکی رو با چند تا دلیل، با هر دلیل که خودت بخوای، ولی در واقع اون ضعفته که داری حذف میکنه، اون بخشی از وجودتو داری. پری یک فردی بود که
10 سال در واقع به من کشش داشت، با من از من دوری می کرد به دلایلی و حالا به هر حال نزدیک نمی شد، احساس ترس می کرد یا و مسائل مختلفی که تو زندگیش داشته. به هر حال من تونستم با این یه نقطه شروعی رو پیدا کنم و به هم نزدیک تر بشیم. ولی بهشم گفته بودم که ما توی همین نزدیکی هستش که و توی یک زندگی واقعی هستش که اون ذهنیات، شما فکر کنید یکی عاشق یک نفره، اون تصویر میمونه براش و در واقع اون با اوپیوم و تصویر و احساس چیزی که خودش ساخته با آرزوهای خودش داره زندگی میکنه. ولی اگر این آرزوها رو بیارید توی زمین واقعیت، همون چیزی که میخواییم بگیم که در واقع بیاییم واقعی بشیم، اونجاست که این خودشونشون میده، اونا پالایش پیدا میکنن و اون موقع تنش ها میاد، کمپلکس ها میاد، تضاد ها میاد، پارادوکس ها میاد، دعوا ها میاد، مبارزات میاد، جنگ ها میاد، همه این ها. خب این واقعیته، این واقعیت زندگیه، نه اون چیزی که شما میرید توی چیزی مثل این که مشروب خوردی، مواد مصرف کردی یا حالا به هر چیزی یا برای یه تصوری یه رویایی برای خود درست کردی و داری تو اون زندگی میکنی. نه، این پاتو بذار رو زمین واقعیت. برای همین تمام کسانی که به من عشق ورزی میکنن همیشه احساس میکنم که، یعنی باور نمیکنم، نه اینکه بگم دروغ میگن ها، نه، واقعی هنوز نیست. اینها باید هر چقدر که واقعی تر میشه. من امروز یه جمله نوشتم، گفتم دختر ترسا و شیخ صنعان رو بخون. وقتی که اون شیخ صنعان با اون عشق شدید خودش به دختر ترسا حتی میاد از تمام این گذرگاه های مادی و حتی گذرگاه های معنوی میگذره، تازه بعدم میبینه که از دختر ترسان گذشته. و این هاست که در واقع به خود رسیدنه. و من دنبال مرید نیستم، اصلا مریدی وجود نداره در این مسیری که ما داریم، مریدی نیست، در واقع آشتی با خوده. و هر چقدر ما با خودمون آشتی میکنیم و با خودمون به خودمون نزدیکتر میشیم، با انسانهای بیشتری هم ارتباطمون برقرار میشه، چون انسان همین من نوعی اصاره خلقتم. خلقت منظور نه اینکه یک کسی منو خلق کرده، اصاره این هستی، خلق یعنی به وجود اومدن. این من اساره اون هستم و این اساره در همه وجود داره و هممون در واقع هم همه چی هستیم هم هیچ هستیم. پس اینو کشف بکنیم، وصل میشیم به هم. پری رو به خاطر اینکه 5 میلیون رو نپذیرفته، من که از این معامله‌ای که ما کردیم و احساس کرده که یک دفعه این همه قرضاش رفت و الان به یه آرامشی رسید با این مسئله در اون فشار مادی که بود، حالا من دارم فسخش میکنم، خب این یه بار سنگینی براش بود و رابطمون هنوز به اون استواری نرسیده که انسان حتی از همه چیزش بگذره و داره این یه قدم هایی برمیداره و من باید اون قدم ها رو از A1 برسونم به A2 اگر توانا هستم و اون هم همینطور تأثیری که روی من میذاره. و دیگه رابطه رو پیش ببریم تا به آینده.